در بیشتر از یک دهه گذشته میلیاردها دلار از آدرس مؤسسات و نهادهای کمک کننده غیر دولتی در افغانستان به مصرف رسیده است اما وقت نگاه به موثریت کار این مؤسسات شود دستاورد قابل ملاحظه را نمیتوان لمس کرد این جوها سالانه بیش از 650 میلیون دلار را هزینه میکنند ولی در کاهش فقر و انکشاف متوازن تغییر چندان دیدن نمی شود چیزی که حتی حکومت افغانستان را هم نگران کرده است در موارد کار این موسسات غیر دولتی چشمگیر هم بوده اما مشکلات بیشتر از آن است تا ای که امروزه تصور می شود کار این نهادها مبدل به یک تجارت خانوادگی شده است اما اساسا باید بررسی شود که در عدم کار درست و شفافیت این موسسات چی ها مشکل داشته است از چالش های درون سازمانی که می شود به نمونه آن تنخواه گزاف کارمندان این موسسات اشاره کرد تا نقش دولت در نظارت از کار و موجود آوردن شفافیت در پروژه ها و پول هایی که این مؤسسات دریافت می کنند روی این موارد در کل با مهمانانم در حاشیه خبر امشب بیشتر بحث خواهیم کرد با ما باشید با حاشیه خبر امشب خوش آمدید مهمانان من در این برنامه آقای احمد جواد عثمانی موین اداری و مالی وزارت اقتصاد و همچنان آقای جارولا منصوری وزیر پیشین احیا و انکشاف دهات مهمانان شما را به بس خوش آمدید میگم آقای عثمانی در آغاز میخوایم از شما بپرسم که حداقل با مصرف سالانه بیشتر از 850 میلیون دلار از طریق این جوها چرا هنوز هم در فقر و اقتصاد مردم افغانستان و حداقل در انکشاف متوازن تغییر چشمگیر نامد میزان گزاف پول مصرف میشه تشکر در ابتدا ما میخوایم که از کار و فعالیت مسات غیر دولتی هم مسات داخلی و مسات خارجی در رشد و انکشاف اقتصادی افغانستان ابراز تشکر و قدردانی کنم نقش مسات غیر دولتی در کاهش فقر و انکشاف اقتصادی افغانستان بسازا بوده است و نظر به گزارش که امروز ما ارائه نمودیم مجموعا از در سال 1395 850 میلیون دلار امریکایی به مصرف رسیده به واسطه و هی رقم بدون شک در کاهش فقر و انکشاف متوازن افغانستان و در رشد و انکشاف اقتصادی رول بسیار بسزایی داشتند به طور نمونه در سکتور سطح اگر ما یادواری کنیم در طول سالیان متمادی امی محصاد غیر دولتی بودند که تانستند که دسترسی به خدمات سیره از یک حد حقل یعنی از 9 که در سال 2001 و 2002 بر اساس سرویه های بسیار معتبر که صورت گرفته بود یک برنامه مکس یاد میشه تانستن به 85 فیصد افزایش بدن و تانستن که خدمات سیره به دورتری نقاط افغانستان برسانند و در پولی از او در, در کم این،, این نگاه شما یک نگاه مثبت است اما امروز عملا شخص اول مملکت آقای رئیس جمهور غنی گفتند که آ... مؤسسات غیر دولتی مبدل شدن به یک تجارت خانوادگی و کار مؤثر آنچنان با وجود پول گذافه که مصرف میکنن ندارن چرا این نمیدی دیدگاه عدیقل پیش رئیس جمهور است؟ تشکر اگر ما دیگر وزارت بتم به با... ادایتی که امروز جلاد ما به منطقه رئیس جمهور داشتن در حد متوسط و در حد کوچک وقتی ما با فعالیت های مساد غری دولتی نگاه میکنیم تغییرات بسیار مثبت که خود رئیس هم به او اشاره کردن موجود است هم در تصویر بزرگ که چقدر فعالیت های مساد غری دولتی هماهنگ است با برنامه های دارای ولیت افغانستان و در این زمان موضوع نزاعت، تزیبی، گزارجدی، شفافت، حسابدی، مسمولیت و مسئلیت مساعد غیر دولتی بدون شک چالش های موجود است که وزارت اقتصاد به نوبه خود در یک سطح معین و ادارات سکتوری که با مساعد غیر دولتی ها را به امضا می وظیفه دارن که در دورترین نقاط افغانستان حتی در ساعت که ناهم نست بتونن که از کار کرده های مساعد غیر دولتی نزاعت کنن و ما مطمئن به این که هر دلاری که به مصرف میسه در مقابل از او یک ارزش تولید میشه و به نفع هر فرد کشور ما شما تمام شما آقای منصوری عادی اقل شما یک زمان وزارت انکشاف دهات بودین و بدون شک که پروژه های را مؤسسات غیر دولتی اونجا کار میکردند. چقدر فکر میکنین میزان کار مؤسسات غیر دولتی درست بود آن زمان و فکر میکنین که حالا چقدر درست کارشان را انجام میتن و راضی بوده ندقل از کار مؤسسات غیر دولتی بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین ما هم منوبه خود خدمت شما و خدمت جناب مهین سیب اسمانی سیب و از طریق شما و بینده های تلویزیون یک عرض سلام و احترام دارم می خدمت شما بگویم که در کدام ساحات, در کدام نقش انجوها یا مؤسسات غیر دولتی برجسته و مسمر بوده مفید بوده و در کدام ساحات نقشی نداشتن اول این ساحات را باید تشخیص بکنیم مشخص بسازیم بعد از این باز به با پاسخ شما می آیم که در کدام اون زمان انجوها فعالیتهایشان چگونه بود و فعلا چگونه است می خدمت شما و خدمت بینده های تلویزیون عرض بکنم که در عرصه صحت در بخش های عرضه خدمات صحی در عرضه خدمات تعلیمی و در رساندن کمک های استراری در این شکلی نیست که نباید نادیده بگیریم نقش انجوها و مؤسسات غیر دولتی را که در این نقش برازنده داشتن و مؤثرتر از حکومت از نهادهای های حکومت عمل میکنند اون زمان هم عمل کرده بودن، حال هم عمل میکنن اما در بخش های زیربنایی و اساسی طبعا نقش مؤسسات غیر دولتی یا اینجوها به او اندازه برازنده نیست اگر فرضیه را این بگیریم که فلسفه وجودی مؤسسات غیر دولتی بری باشه که تنها کارای آنی و استراری و فوری را بکنن و به یک درد برسن و یک درد را موقتا تسکین بکنن در او بخش باز نمیتونیم بگویم که نه نقششان نادیده بگیریم نقشی موثری داشتن اما در مسائل زیربینایی در در پروژه‌ای که دارای اولویت ملی هستن، پروژه های بزرگ استن پروژه‌ای کلان هستند، اصلا یک دلیلی است که شاید دونرها به او اندازه دونیشن یا فند به این مؤسسات نمیتن که در او عرصه ها نقش بازی بکنن اگر مؤسسات هم فند یا دونیشن یا کمک را از کمک دهنده های بزرگ دریافت کرده باشند باز نقششان به با او اندازه برجسته نیست که در ساحات که ذکر کردم برجسته تر است یک موضوع موضوع دوم است که در اون زمان نقش نظارتی و کنترولی وزارت اقتصاد نهایت ضعیف بود وزارت اقتصاد تنها یک لیست ایرامه کرد از این جوها یک آمار ایرامه کرد از این جوها و خود وزارت اقتصاد هم شاکی بود که به این اندازه این جو در کشور آمده و به این اندازه کمک ها و پول از طریق اینجوها مصرف میشه و این مصرف هم مؤثریت نداره اون زمان یک میکانیزمی یک میکانیزم مؤثری نظارتی و کنترلی وزارت اقتصاد بالای اینجوها نداشت حتی ما گفته میتونم که وزارت اقتصاد در اون زمان از ساختار تشکیلات اینجوها آگاهی نداشت که اینا ساختارشان چگونه است از بودیجه شان آگاهی نداشت که چقدر بودجه دارن و وقتی که بودجه را میگیرن مصارف عملیاتی از اینا چقدر است و مصارف اصلی از اینا که در پروژه های برنامه‌شان از این مسائل اون زمان بدن اون زمان حاکمیت این جوها بیشتر بود نسبت به حاکمیت دولت دولت, به وجود آمده؟ تغییرات محسوسی به وجود آمده و ما میخوایم به خاطر که بعد از یک زمان به بعد باز ما دیدیم که یک مکانیزمی یک مکانیزم ثبت و راجستر منظم برای این جوها به میان آمد و این جوها زیر نظارت وزارت اقتصاد آمدن و بالاخره در یک مقطع زمانی هم یگانه کاری وزارت اقتصاد امیک کنترول و نظارت این بود دیگر صلاحیت های وزارت اقتصاد کارهایی را که وزارت اقتصاد میکرد اون همه کارها در وقت بود امین نوع نگاه امروز رئیس جمهور همه را متعجب کرد به مؤسسات غیر دولتی که چرا این مؤسسات را گفت که اینا مبدل شدن به ایک تجارت خانوادگی و بعد برداشت رئیس جمهور چی میتونه باشه نه. از موضوع نادیده بگیریم گپ رئیس جمهور کاملا دقیق است یک زمانی اینمی تجارت خانوادگی اینجوها به اوجش رسیده بود در او زمانی که شما از ما پرسیدین خانواده ها یا گروپ ها یا فامیل ها می آمدن تحت یک نام یک انجیو را باز می کردن از بانک جهانی و از یو ایس و از دی ایف و از جی آی زید و از تمام کمک دهنده های کلان پولی هنگفتی را می گرفتن فند کمک هنگفتی را دریافت می و بالاخره مصارف معصریت نداشت و اون زمان هم کمک دهنده ها بیشتر اعتبار بالای انجیو ها می کردن نسبت به ای که بالای حکومت بکنند. بالاخره ای بسیار بحث ای بحثا در وقت بسیار داغ بود ای ها شدید شد بالاخره حکومت افغانستان در وقت تصویب کرد که تمام کمک ها بعد از این از طریق بودیجه ملی به مصرف برسه از طریق برنامه های موازی با برنامه های دولت یا از طریق اینجوها بلاخره امور روند ادامه یافت و بالاخره بعد در ای اواخر دیده میشه که نقش نظارتی وزارت اقتصاد برجسته تر است و حال وزارت اقتصاد از یک تیمی که بر مسائل مالی و اینا آگاهی و تخصص روی دارن دیگهش میای موقع منصوری آ... آقای عثمانی از چند درصد اینجوها همین اکنون بر وزارت اقتصاد افغانستان درست پاسخگویی میکنن از کار کرده که انجام میتنه مخصوصا در بحث بودجه یک نوع نگاهی است که اینا یک بخش کلان از پولها را مصرف معاشات گذاف در درون خود سازمانشان میکنن تشکر در مورد پاسخگوی مسات غیر دولتی به وزارت اقتصاد امروز هم در گزارش خود ما ایران بودیم که از تمام مسات غیر دولتی داخلی مجموعا 30 تا بالای در سال که گذشت به ما گزارش ندادند از فعالیت خود و در این شکل 10 درصد مسات بین المللی هم گزارش خود ایران نکردن و ارقامی که ما 850 میلیون دلار ایران نمودیم که در طول یک سال به ما رسیده اگر قرار باشه که تمام مصارف و تمام گزارش مساد به وزارت اقتصاد برسه بدون شک از یک میلیون دلار این مصارف بلندتر میشه و در قسمت پاسوگی مساد غیر دولتی به وزارت اقتصاد بدون شک یک تعداد مکانیزم بسیار مشخص در حال انکشاف است و یک تعدادشان تطبیق شده اولین موضوع موضوع ثبت و راجستر مساد غیر دولتی است که در گذشته وزارت اقتصاد تنها متمرکز به بود که چطور مساد غیر را ثبت کنه و یک سند برشان بتن که به پیش برن. حال قانون مساد غیر دولتی یا قانون هنجوا در حال تغییر است تعدیل است که به سطح وزارت عدیر است که دست وزارت اقتصاد از نظر قانونی باز میکنه که وزارت اقتصاد بتونه که به دفتر مرکزی به دفاتر ولایتی مساد غیر دولتی نظرات داشته باشه و از شیوه انتخاب رئیس یک مؤسسه که رئیس یک مسه به اساس مسائل بس خانوادگی انتخاب نشه که دوستا و رفقا با هم دیگه یک جای شوند و یک نفر به مسابی رئیس و دیگران به مسابی اعضای برد یا عضو مدیری ازو تعیین کنن این, این وزارت اقتصادی ای تداخل خواهد داشت و در پلی ازو در قسمت انتخابات یک تعداد زیاد مسائلی که ما ببینیم با تاکید ادات و سفارشاتی که امروز جلاد ما به متن رئیس جمهور و وزیر صاحب اقتصاد داشتن این است که یک مسیر نه بلکه ده ها شما میتونن که لیست کنین در حدود 15 سال گذشته همین نفر رئیس معصب بوده در حالی که از نظر قانون مساد غیر دولتی باید هر چند سال بعد یک انتخابات بسیار شفاف دایر شود میتونه که افراد از داخل مسه و از بیرون مسه خود انتخاب کنن و شامل مسه شوند حال از نظر تعریف مسه غیر دولتی و غیر سیاسی و غیر انتفاعی است با تاسف که موضوع انتفاعی این یک نوی نگاه بله. در گذاشته بله. این بود که همین مؤسسات را که حداقل سی درصدش برای شما پاسخگویی نکرده شاید شامل همین کسا باشه که میگفتن اینا ابزارهای فرشار بر حکومت دارن که حاضر به پاسخگویی نمیشن ام. و بالاخره این اینجوها از یک تعداد وکلای پارلمان است از یک تعداد افراد زورمند است که بالاخره به وزارت اقتصاد افغانستان حاضر به پاسخگویی نمیشن حالا این سی درصد که برای شما پاسخ نمیتن واقعا یک چون این چیزی است؟ شواهد د ای مورد وجود نداره که معمولا وکلای پالمان در مسائل اینجا آنقدر تداخل ندارن معمولا افراد و اشخاص تحصیل کرده و افراد هستند که قبلا تجربه در دیگه محصات غیر دولتی داشتن که خودشان یک اینجوی نو ایجاد کردن خب بر صورت بدون شک شاید که یک تا دو وکلای پالمان به مسائل افراد زی جامعه محصات غیر دولتی داشته باشن مگر در نزد وزارت اقتصاد به نام وکیل شاید یک فیصدی بسیار کمی که از صفر شد، صفر چند فیصد تجاوز نکنه جدا, صفت جدا صفت. از وکالای بله. بالبان افراد زورمند دیگه نفوذ میکنه بالای وزارت اقتصاد افغانستان تا بنو در مورد مراحل اسناد و کارهای اینجاها بالاخره از زور استفاده شد؟ نی کدام شاید ما دیگه مورد تابل نداریم و آخرین از که اداری مک از وزارت اقتصاد داشتن و هم در گزارش خود چنین چیزی را تذکر ندادند به مسابقه یک اداری مستقل و یک چیزی که را میخوایم اضافه کنم که اگر یک مؤسسه برای دو سال متواتر با وزارت اقتصاد گزارش نده مطابق به قانون قانون مساد غیر دولت که انال انال میشه که دوجا های مختلف سکتوری به شمول وزارت خارج، وزارت داخل امنیت ملی وزارت اقتصاد مالی یک جای میباشن و بالاخره در مورد از اون تصمیم می گیرن. اما در جریان از مؤسسه فعال می باشه سبت و راجستر است ناگزیر هستند که هر شش ماه بعد به وزارت اقتصاد گزارش بدن و یک گزارش خود به اداره سکتوری مربوطه که در اوج پروژه را تطبیق میکنن گزارش بدن آقای منصوری قد اقل حکومت افغانستان با چه میکانیزم میتونه مؤسسات را پاسخگو در برابر خودش بسازه و جلوگیری کنه از حیف و مایل پول که بالاخره به با از آدرس اینا قرار است در افغانستان مصرف شود چیزی را که پیشتر ما با آقای عثمانی مطرح کردم یک بخش کلان از این مؤسسات در گذشته پول و بودجه شان از صرف معاشات گزاف در درون سازمان خودشان کرد بالکل ما با شما موافق هستم به خاطر ازی که مسئله و مسئله کرونیزم که خشخوری و دوست پروری اما سرچشمش همی انجوها بود اکثر افرادی که ده انجوها و ای عادت داشتن و ای،, ای, و ای فرهنگشان بود امی خشخوری و دوست پروری وقتی که شامل دولت هم شدن امی پدیده شما به دولت هم آوردن بالاخره در ادارات دولتی هم امی خش پروری و, و همی دوست پروری خود را کردن با او خاطر امی کلمه نیپوتیزم امی خشخوری بود که رئیس جمهور میگه کینا اینا با تجارت های ف... یا فعالیت های خانوادگی نه تنها بیم بسنده نشد در او زمان در او زمان انجوهای شکل گرفت یا انجوهای عرضی اندام کرد که کارمندای دولتی را معاشات می دادن. در اوایل برتان میگم دور انتقالی و بعد از انتقالی را انجوها آمدن معاشات کارمندانی که در دولت کار میکردن او را تامین میکردن و بالاخره ای به با سنت بدی تبدیل شد که امو دستاندار کاران انجو در اداره دولتی هم خیش قوم خود را آوردن و اونا را به معاشات بلند در یک مرحله معاشات در افغانستان بسیار بلند بود و امو زمان هم امی انجوها و این مؤسسات غیر دولتی بسیار نقش باریز داشتن در امی مسائل بالاخره امی پدیده شومی نپوتیزم یا خشپروری توسط امی افرادی که در انجوها تجربه داشتن و تجربه انجوی داشتن و بالاخره با یک لقبی هم به نام انجوی ها هم مشهور شدن اونا می پدیده شما با پیکر دولت آوردن و بالاخره این پدیده شما در دولت هم آمد میریم سری پاسخ شما بله وقتی که تا زمانی که ما این جوها را راجستر وزارت اقتصاد نداشته باشیم تا زمانی که وزارت اقتصاد نظارت و کنترل دقیق و منظم از اینها نداشته باشه باز هم فعالیت های از اینها پنهان میمانه بودجه از این پنهان میمانه مصارف از این پنهان میمانه و باز هم این سنت بعد ادامه پیدا میکنه ملنه. که گروه ها به خاطر دو تا کار باید کرد که وزارت اقتصاد بتانه این نقش خوده برجسته تر ایفا بکنه اول یک تعهد سیاسی باید پشت وزارت اقتصاد باشه یک تعهد سیاسی وجود داشته باشه که او از اظهارات رئیس جمهور امروز معلوم است که تعهد سیاسی وجود داره گپ دوم است که وزارت اقتصاد مکانیزم را تغییر بده یک جواز چه قسم صادر میکنه به یک انجی این مراحل اصدار جواز را باید تغییر بده تجدید نظر بکنه مهین سب گفتن که خوب یک خبر خوش است که مهین سب گفتن که قانون مؤسسات غیر دولتی در حال تعدیل است اگر واقعا امو قانون سابق بر حال خود می بود باز امیدی نبود که اصلاحات به میان بیاد اگر این قانون قابل تغییر است و صلاحیت های وزارت اقتصاد برجسته تر می سازه و دست بازتر می به وزارت اقتصاد که هر گونه مکانیزم های نظارتی و کنترلی را تطبیق بکنه باز اون زمان امیدواری پیدا میشه که وزارت اقتصاد قادر به این این موارد باید از آقای رو... عثمانی بپرسیم میگیریم دوباره زود دوباره خوش آمدن ادامه بس آقای عثمانی بحث تعهد سیاسی حتما شما دارید همونطور که آقای منصوری بهش اشاره کردن و دومی که میکانیزمتان برای ایجاد شفافیت در کار مؤسسات غیر دولتی و راهکارهای تازه که حداقل شما بهش پیش میرین چی است تشکر امروز در بیانی که جلاد ما متن رئیس جمهور داشت و جلاد وزیر اقتصاد تعهد سیاسی دولت افغانستان بسیار واضحی بود در حین زمان در جریان کنفرانس یک تعدادی از مؤسسات غیر دولتی هم به نمایندگی مؤسسات حرفایی داشتن که از اون طریق هم آمادگی وجود دارن که ما بتونیم که یک راهکار جدید به خاطر ایجاد شفافیت و حسابدی و یا زیاد شدن شفافیت و حسابدی روی کار بگیریم. وزارت اقتصاد در حال حاضر مصروف تایی یک چارچوب است به خاطر نظارت و ازبی مسات غیر دولتی به شکل بسیار مشخص ما میتونم گفته که در بخش منابع بشری بخش تدارکات امور مالی و مسائل تکنیکی در هیچ چهار راستا و یک راستای دیگهش که مسائل کلانتر که یک رئیس مسجد چطور انتخاب میشه اعضاشون چطور انتخاب میشه و هر کدام از این یک تعداد های بسیار واضحی در حال انکشاف است که بر اساس از, از اون ما می که موضوع خیشخوری یا مقدی که از اعضای خانواده و خیشاوندا باشن بسیار به شکل منظم مورد نزاد و ذبی قرار بیان در چه شرایط شما برای یک مؤسسه در حال حاضر جواز کار میتین در افغانستان در حال حاضر هر فرد کشور میتونن که یک جواز مثل که یک شرکت ایجاد کنن یک مسیح دولتی را ایجاد کنن مشروط برزی که شرایط بسیار عمده که از سن قانونی تکمیل نموده باشن تبعی افغانستان باشن و یا اگر از بیرون از افغانستان باشن باید در خارج ثبت و راجستر شده باشند و در افغانستان به مسابقه یک مسی غیر دولتی یا مسی غیر دولتی بین در افغانستان ثبت و راجستر میشن یعنی کدام مدیریت خاصی وجود نداره ما مارکت کاملا باز ماندیم هیچ گونه مدیریت ایجاد نمیکنیم با خاطر که هرقدر قدر تعداد افراد و اشخاصی که بتونن از خدمات کنن به نیابت دولت افغانستان یک کمک یک بمب به تمام برنامه های دارای ولایت افغانستان است ممنون آقای منصوری از دید شما چی راهکار نزد حکومت افغانستان است و چی چیزهایی را میتونه ایجاد کنه که درست و دقیق هم پولی که به اینجاها میره ارزیابی شوه و هم شیوه کارشان استخدامشان و فعالیتشان در سطح افغانستان حتی در مسائل در گذشته نگرانی های وجود داشت که اینجاها در کارهای دست میزنند که نباید در افغانستان و در این جغرافیا حتی با سنت و با فرهنگ جامعه هم در گذشته اغراضی وجود داشت در این موارد باید چی گونه کار انجام صورت بگیره؟ تعدیل قانون یکی از راه های مهم است راه های مهم است در این راستا ولی شما فعلا ببینید در دیگر بخش هم جواز فعالیت صادر میشه از دیگر وزارت خانه ها و از دیگر نهادهای دولتی مثلا در در زمره از اینا ببینید وقتی که در افغانستان بانک یک چیز صادر میکنه یک جوازه برای یک بانک صادر میکنه برای یک مؤسسه مالی صادر میکنه شرایطی بسیار مهم و شرایط بسیار دقیق وضع میکنه و بعد از اون اسکرینینگ میکنن تنها وضع شرایط تنها بسنده نمیکنه وزارت محترم اقتصاد باید یک تیمی نظارتی یا اسکرینینگ را ایجاد بکنند وقتی که یک کسی لیسنس میگیره و کسی که به جواز درخواست میته و در روی کاغذ میاره مثلا در روی کاغذ میاره میگه این شرایط ما برآورده ساختیم تیک مارک میکنه یا مو سایت میکنه با گفتیم ما و شما سایت میکنه و بعد تیم وزارت محترم اقتصاد میته که اینی شرایطی که شما گفتین برآورده شد این شرایط را تنها به بسنده نکنن که در کاغذ آمده باید تیم اسکرینینگ از یا تیم منظارتی از اینا عملا برون تیم ببینن دفتر ببینن استبلشمنت را ببینن ساحه رو ببینن امو ساختار تشکیلاتی از اونا رو ببینن بودیجه از اونا رو ببینن بالاخره معاشات را ببینن و بالاخره تمامی گپای را که پیشتر مونین سبب یاد کرد و هم, هم گفتم ای را ببینن و در پهلوی از او ما به نظر شخصی ما شاید این نظر ما درست نباشه به نظر شخصی ما است که وزارت محترم اقتصاد بعد ازی یک مقدار دپوزیت یا پولی زمانتی بگیر از این جوها به خاطر ازی که اینا بعد مکلف شوند که گزارش بدن و جریمه وضع بکنه بالا از اینا اگر اینا تخلف میکنن بر اساس قانون خو اکثر تخلفات مجازات داره ولی اکثر تخلفات دیگه ای که باعثی از این میشه که اینا منحرف شوند بعد بالا از جرایم نقدی وزارت اقتصاد وضع کنه و یک عایدات هم به وزارت اقتصاد میشه و از پیش از این جوها یک مقدار پول به حیث یا به حیث بعد گرفته شود و این پول در نزد وزارت اقتصاد در یکی از حسابات وزارت اقتصاد باید گذاشته شوه و اینا بناخ بالاخره باز به خاطر از او اقل اینا با وزارت اقتصاد تن میتن راجستر میکنن خود ثبت میکنن گزارش میتن و نقش نظارتی وزارت اقتصاد هم برجسته تر میشه این ای بخشش نظر شخص ماست نمیفهم خوب است با آقای عثمانی مطرح شو آقای عثمانی در مورد تیم نظارتی وزارت اقتصاد که باید این انجوها به درستی نظارت کنه چه تصمیم روی دست است و بس تخلف هایشان که چگونه باش برخورد میشه وزارت اقتصاد و دیدگاه دولت افغانستان در زمینه چی است؟ تشکر. وقتی که ما از نظارت وظیفه بس میکنیم دو چیز باید نظر بگیریم یکی پروژه ها و پروگرام که از طریق ادارات سکتوری قرارداد میشه مستقیما با مساد غیر دولتی وظیفه ادارات سکتوری است که برند از ببینن که آیا پروژه ها مطابق به مو پلانی که تنظیم شده بودن تطبیق میشه یا نمیشن دو موضوع نزاع از طریق خود وزارت اقتصاد است که ما وظیفه بیشتر ما سر مسائل کلان مساد غیر دولتی است که دیده شود که در پالیسی و استراتژی که به خاطر مسائل استخدام از مالی است تدارکاتی است و ظرفیت های تکنیکی است که به نیابت دولت افغانستان میتونند یا نمیتونند که خدمات به شهروندان ما ارائه کنه از او خدمات مطمئن بسازه این وظیفه ما در بخش نزاعت ورزیابی و در قسمت راکارهایی که ما بتانیم که از تخلفاتشون گری کنیم بدون شک مطابق به تعریفی که موجود است منصب باید غیر انتفاعی باشن اگر به فعالیت انتفاعی دست میزنن اسناد پیش ما باشه منحل میشن اگر فعالیت سیاسی و متواصل میشن بدون شک اقزور ندارن فعالیت مناسب به شکل آنی توقف داده میشه و اگر گزارشات خدا به شکل منظم به ظرف دو سال را نمیکنن و مسئلهشون از بین بدن و به یک دیگه تمام هایشون و تمام تجهیزات و وسایل که و گزار میشن ما یک چیزی را فراموش نکنیم هر شروان بخصوص افراد و اشخاص نخبه مثل یک دکتر انجینیر یک فعال جامعه مدنی و با خود ایدیایی دارن نظریات دارن ابتکارات دارن و میتونن که به شکل بسیار رازدادن یک مسیح غیر دیالویتی ایجاد کنند بدون از اینکه کدام پشتوانی مالی داشته باشند یعنی ایجاد یک تا شرایط بسیار سخت برای مؤسسات و برای افرادی که میخوان مؤسسات ایجاد کنند خودش مشکل ساز, است و زمینه دخول از وارا به مارکت که بتونه به شهروندان ما شما به نیابت دولت افغانستان خدمات ارائه کنن، مشکل ساز شه. خب به هر صورت در میکانیزم جدیدی که به خاطر و ورزیابی هستن یک تیاد ها به محصات غیر دولتی واگذار شدن که اگر او را تدبیق نکنن برخورد قانونی امروشان صورت گرفت. آقای منصوری جدا از وزارت اقتصاد وقت دیگر نهادهای سکتوری حکومت افغانستان میره قرارداد میکنه با بعضی اینجاها و با پروژه‌های شهر اینها این باید چگونه نظارت شوند؟ <تص> نظارتی که وقتی که وزارت اقتصاد نظارت میکنه در کل مسئولیت وزارت اقتصاد است که از پروژه های و سکتوری وزارت ها نظارت بکنه در گذشته هم پیشنهاد ما ای بود که یک تیم نظارتی از وزارت اقتصاد حتی پروژه های انرژی پروژه های سرک پروژه های میدان های هوایی تمام پروژه های زیربینایی را باید وزارت اقتصاد برای نظارت بکنه پیشرفت ازیر وزارت اقتصاد مکلف است راپور بده پیشرفت دقیقی ازیر در پهلو یزی که خود وزارت های سکتوری چیز هستن مثلا تجربه ما در وزارت انکشاف دادی بود که ما دو وقتی که با اینا تحصیل کننده های کاری بودن با وزارت انکشاف داد در اون زمان که شاید هنوز هم باشن و تعدادشان هم زیاد بود ما در او زمان میکانیزم نظارتی داشتیم هم ما بودیم هم بانک جهانی بود یک مکانیزم مشترک نظارتی از طریق وزارت و از طریق دونرهایی که به اینا کمک میکردن و اینا مکلف بودن پروژه های کوچکی برق و مکتب و ایگه پار همه هنگی بکنن و تسهیل بکنن خصوصا در ساحات نامن اینا میتونستن کار بکنن او بود اما در پهلوی ازی نقش نظارتی وزارت اقتصاد خیلی مهم است بالاخره باید یک مؤسسه غیر دولتی هراس بیشتر داشته باشه از وزارت اقتصاد نسبت به یک وزارت سکتوری که قراردادی مستقیم از اوست به خاطر از اینکه صلاحیت انحلال و صلاحیت اصدار جواز به این مؤسسه از صلاحیت های قانونی وزارت محترم اقتصاد است با او خاطر من میگم که هر چقدری که پیشتر من سبب اشاره کردن که یک انجینیر یک دکتر یک کسی که صاحب یک نظر است میخواهی یک چیز جور بکنه یک انجوره یک مؤسسه غیر دولتی را فعالیت بکنه این تعداد ای تو افراد اشخاص دلسوز بسیار کم است اما کسانی که با در نظر داشت کمک هایی که در پیش کمک دهنده ها در بخش های مختلف است با در نظر داشت از او آمدن این را ساختن در بخش بخش حمایت زنا در بخش تعلیم زنان در بخش صحت اطفال در بخش اطفال در بخش مسائل تعلیمی و صحی وقتی که دیدن که در پیش م... مثل مؤسسات کلان کمک دهنده بین المللی آ... چیز است کمک هاست و بودجه هاست برای از اختصاص داشته اونجا با در نظر داشت همون ارتباطاتی که با اون مؤسسات بوده و آ... با در نظر داشتی بعضی مسائل دیگه آمدن یک تعداد یک گروهی یک گروه یک فامیلی آمدن یک مؤسسه جور کردن پول هنگفتی را بدست آوردن دو او سا هم مصرف هم نکردن و بالاخره از اون طریق سرمایه‌دارم شدن شکایت اصلی رئیس جمهور از این هست بنان یک کسی که میای از خود یک ایده داره یک فکر داره یک ابتکار داره او را با وزارت اقتصاد شریک میکنه این یک مسئله است که وزارت اقتصاد بسیار با آسانی میتونه این شخص نظارت بکنه ولی یک آدم میای به وزارت اقتصاد پروپوزال میت طرح میت ولی منبعی که از او پول میگیره باید را با وزارت اقتصاد بگویه که کمک دهنده ما کیست بانک جهانی است ما شافی آلات متحده آمریکاست، است شافی ژاپن است خب در این بخش به اینی اساس این مقدار مم. بودجه میته و بریک داون بودجه یا مصارفی که من میکنم با این پول اینی اینی است بعد مصارفی از اون وزارت محترم اقتصاد نظارت میکنه و در آخر از اون نتایج متوقعه را بازپرسان میکنه چرا ما به وزارت اقتصاد من حیث نهاد غیر دولتی یا غیر انتفاعی نتایج متوقع را قبل از وقوع وزارت اقتصاد بگویم که از فعالیت ما در آینده این نتیجه به دست میاد وقتی که اونمون نتیجه به دست نیامد به اساس از وزارت اقتصاد به او محاسبه میکنه باز ممنون آقای عثمانی با توجه به حرفهای آقای منصوری آخرین پرسش من است که وزارت اقتصاد افغانستان چی تعهد می در زمینه نظارت از کار نهاد غیر دولتی و در کل برنامه‌هایی که روی دست تشکر کنفرانس که امروز برای اولین بار در تاریخ 17 سال گذشته تدویر پیدا کرد نشاننده یک تعهد سیاسی و مسلکی وزارت اقتصاد است که میخواه موضوع شافت و حسابدی و بالاخره نزاد و ارزوی مساد غیر دولتی را به شکل جدی مورد پیگیری قرار بده و ما متحد که کمرا با ادارات سکتوری تأمین کنندگان و مردم در قسمت نظارت و ارزیابی مسات غیر دولتی چارچوب میکانیزم و نظارتی که جور میکنیم امرو با یک جای انکشاف بتیم و بتوانیم تطبیقش کنیم تا مردم ما از هر دلاری که به واسطه مسات غیر دولتی تطبیق میشه حساب گرفته بترن و یک موضوع بسیار عمده ای است که تمام گزارشات و مسائل بودیجوی، مسائل استخدام و مسائل مالی مسائل غیر دولتی باید به شکل بسیار آزادانه با مردم شریک ساخته شود و ما متحد هستیم که از طریق مسات و با کمک ادارات سکتری و مسات تامین کننده به این ماموریت رسیم ممنون سپاسگزار حضور شما مهمانا در بس و سپاسگزار از شما بیننده ها که این بس را دنبال کردین تا بعد خدا نگهدار